بزرگترین ثروت یک جامعه روح آبادان شهروندان آن جامعه است. با درود و سپاس و عرض ادب خدمت همگی شما پارسی زبانان جهان. روز هستم در خدمت میهمان عزیزمون امروز آقای دکتر مصطفی ملکیان. جناب ملکیان به برنامه خودتون برنامه جوایز پارسی خوش آمد. من هم عرض سلام و ادب میکنم به مقصد همه خانوم ها و آقایان فارس زبان که صدای من رو میشنوند و سلام ویژه دارم خدمت خانم صانعی که در این مدت خیلی برای این جلسه زحمت کشیدن و من رو واقعا شرمسار خودشون کردن. خیلی خوشحالم از این که در محضر همه پارسی زبانان هم در سرتاسر جهان هر جا که هستن برای همه شون بهترین آرزوها و آرزوی بهترین ها رو دارم. باعث افتخار هست و من هم سپاسگزارم از طرف خودم و از طرف مجموعه جوایز پارسی که شما این وقت رو به ما دادین و ما هستیم خدمتتون. ازتون اجازه میخوام که ازتون اجازه میخوام که در واقع مدخل گفتگوی امروزمون رو به این شکل شروع کنیم. آقای ملکیان عزیز، شما در به قول معروف مسیر زندگیتون بارها و بارها خودتون رو مورد نقد قرار دادید و با نگاه نقادانه به زندگی خودتون در واقع پرداختید، تا جایی که به تعبیر خودتون به ملکیان پنج رسیده اید. با توجه به این که نقد خیشتن و در نتیجه عمل به نتیجه نقد صحیح برای هر فردی بسیار دشوار هست و شجاعت‌های بسیاری میخواد، ازتون خواهش میکنم که برای فارسی گویان جهان این روند رو در واقع برای ما بگین و خلاصه ای از زندگی نامه خودتون رو برای ما بگین که چگونه بوده و چگونه این اتفاق افتاده و شما چطور تونستین این همه تحول و تطور رو بر خود بپذیرید. متشکرم. عرض کنم که من در یک خانواده روحانی به دنیا آمدم. پدر من روحانی سرشناس و بزرگ شهر خود ما یعنی شهرزا بود و از خیشان بسیار نزدیک روانشاد الهی قمشه‌ای، پدر دکتر حسین الهی قمشه‌ای. طبعا من در خانواده روحانی بزرگ شدم و چون پدر من و عموی من علاقمند بودند به آراء و نظرات آقای خمینی، من نخستین مرحله فکری که داشتم به تعبیر خودم یک نوع بنیادگرایی اسلامی، بنیادگرایی دینی. بنیادگرایی اسلامی یا به تعبیر عام‌ترش بنیادگرایی دینی به صورت خلاصه، یعنی این که راه حل همه مسائل و راه رفع همه مشکلات یک جامعه این است که ما برگردیم به دقیقاً متون مقدس دینی و مذهبی و هر چیزی را اگر از سنخ مسئله نظری است یا اگر از سنخ مشکل عملی است، هر دو جوابش را و راه رفعش را از متون مقدس دینی و مذهبی بطلبیم. این مرحله ازش تعبیر میکنیم به بنیادگرایی اسلامی. البته من به جهت شخصیت و منشی که داشتم، تنها چیزی که در دورانی که بنیادگرای دینی بودم نداشتم، طرفدار خشونت نبودم. انصافا هیچ وقت حتی لحظه ای من با خشونت ورزی موافق نبودم. اما از خشونت ورزی که بگذریم، هر چیز دیگری که بنیادگرایان دینی بشه عقیده می‌ورزن، بنده هم بهش عقیده داشتم و مدتی در این وضع و حال سلوک می‌کردم. بعد از مدتی آهسته آهسته به این پی بردم که بنیادگرایی دینی راه درستی پیش پای بشریت نمی‌گذاره.
و نه حقیقت اقتضا میکنه التزام به بنیادگرایی دینی رو و نه عدالت. و حقیقت طلبان و عدالت طلبان واقعی نمیتونن بنیادگرای دینی باشن، چه بنیادگرای دینی مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی یا هر چیز دیگه. ما اینه که دست برداشتم و رفتم به طرف اون چیزی که بهش میگن سنتگرایی دینی. سنتگرایی دینی باز معتقد است که ما باید برگردیم به متون مقدس، شکی نیست، اما میگه به جای این که به ظاهر و الفاظ متون مقدس بچسبیم باید به باطن و روح متون مقدس بچسبیم، چیزی که عارفان معمولا در همه ادیان و مذاهب بهش عقیده دارن. اونا معتقدن که باید به متون مقدس برگشت، ولی نه به ظاهر و پوسته بیرونی که فقهای هر دین و مذهبی به اون میچسبن، بلکه به باطن متون مقدس باید و به روح متون مقدس، به لتر و ظاهر نباید پرداخت، به اون اسپریت، به روح باید پرداخت. این هم سنتگرایی دینی. و من مدت ها در سنتگرایی دینی گرنگ میکردم و به نظرم اومد که شاید در اینجا بشود به راه حلی برای مسائل بشر و به راه رفعی برای مشکلات بشر رسید. خب البته بعد از سالها به نظر اومد که باز هم حقیقت طلبی و عدالت طلبی اقتضاش اینه که از این روش هم دست بردارن. برفتن به سوی تجددگرایی دینی، یعنی اون چیزی که معمولا در کشور ما الان بهش میگن روشن فکری دینی، روشن فکری مذهبی. تجددگرایی دینی چه میگه؟ تجددگرایی دینی میگه که برای اینکه مسائل و مشکلات یک جامعه رو رفع کنیم و حل کنیم، فقط کافی نیست به متون مقدس دینی و مذهبی رجوع بکنیم، باید دستاوردهای متون مقدس رو با عقلانیت مدرن تلفیق کنیم، با اخلاق جهانی تلفیق کنیم، با حقوق بشر تلفیق کنیم. و بنابراین روشن فکریم به این معنا که با مدرنیته و مدرنیسم موافقت داریم، از اون طرف روشن فکر دینی چون هنوز هم التزاممون به دین و مذهب رو ازش دست بر نداشتیم، نوعی جمع بین دینداری و عقلانیت مدرن، اخلاق جهانی و حقوق بشر. من مدت ها هم از این لحاظ به روشن فکری دینی التزام داشتم، ولی آهسته آهسته به نظر اومد که جمع بین عقلانیت جدید و اخلاق جهانی و حقوق بشر نمیشود هم دیندار بود و هم علاوه بر این که دینداری نمیشه به عقلانیت جدید التزام بورزیم و به اخلاق جهانی التزام بورزیم و به حقوق بشر التزام بورزیم. و من خودم به هیچ وجه نمیدیدم در خودم این که بتونم با عقلانیت جدید مخالفت کنم، با اخلاق جهانی مخالفت کنم و با حقوق بشر مخالفت کنم. اینه که اصلا از دین و این که تلقی دینی رو بخوام راه حل مسائل و راه رفع مشکلات بدونم اومدم بیرون. بنابراین هم دیگه از سنتگرایی دینی اومده بودن بیرون، هم از سنتگرایی دینی و هم از تجددگرایی دینی. روی آوردن به چیزی که ازش تعبیر میکنن به اگزیستانسیالیسم دینی، روی آوردن به آراء فیلسوفان اگزیستانسیالیستی که فیلسوفان اگزیستانسیالیستن ولی در این حال هنوز هم التزام به دین دارن، مثل کرکگور، مثل گابریل مارسل فرانسوی، مثل داستایفسکی روسی، مثل اونامونو در اسپانیا. این متفکرانی که هم اگزیستانسیالیستن و هم اگزیستانسیالیست متدینن، به مسیحیت مثلا التزام می‌ورزن. مدتی هم من کار می‌کردم در این قسمت و خیلی در آراء کرکگور مخصوصا و تا حد کمتری در آراء گابریل مارسل، تا حدی حتی در آراء یاسپرس
که نمیشود هم دقیقا گفت متدینه. در آثار اونامونو و گاست، آثار کسانی از اگزیستانسیالیست های روسی ولی متدین روسی مثل شستوف، مثل بردیایف، در آثار اینها سیر میکرد و بعد رسیدم به این که نه، اینها هم باز با اینکه اگزیستانسیالیستند و از لحاظ اگزیستانسیالیست بودنشون خیلی به نظر من روشن‌اندیشند و خیلی میتونند به اعماق وجود ما پی ببرند، ولی به هر حال التزامشون به دین یه مقدار در قید و بندشون میذاره و نمیذاره کاملا وفادار بمونند به آرمانهای اگزیستانسی خودشون. و اینه که دیگه از اینم برگشتم و کم 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 دیدم به چیزی که خودم ازش تعبیر میکنم به عقلانیت و معنویت و این که شما فهمیدید من کیان پنجم و خود بنده هم البته این رو گفتم. بله، الان من در دوره رو سر میبرم که فقط به عقلانیت و معنویت قائلم، به هیچ چیز دیگری قائل نیستم. و عقلانیت و معنویت هم دقیقا معنیش اینه، عقلانیت و معنویت در واقع یک نظریه است در رنج شناسی بشر. چرا انسان ها رنج میبرن؟ اگر جواب این سوال رو بخواید بپرسید که چرا انسان ها رنج میبرن، چرا به دنیا میآیند و رنج میبرند و از دنیا میروند، چرا انسان ها رنج میبرن؟ سوال جواب های فدیده ای به این سوال داده شده. من در جاهای دیگه گفتم که جواب های دیگری که به این سوال داده چیه داده شده. من خودم جوابی که به این سوال میدم اینه که انسان ها رنج میبرن چون از دو چیز روگردان میشن. هرچه از عقلانیت روگردان بشن و هرچه از معنویت روگردان بشن رنج میبرن. یعنی علت العلل رنج های بشر اینه که اولا عقلانیت رو بهش التزام 100% نداره و ثانیا معنویت رو بهش التزام و تعهد 100% نداره. اگر میخوایم چه شخص خودمون در زندگی فردی خودمون و چه جامعه مون در زندگی اجتماعی، اگر میخوایم بتونیم با کمترین درد و رنج ممکن، فقط عرض میکنم با کمترین درد و رنج ممکن، من عقیده ندارم که میشود بدون درد و رنج زندگی کرد، نه، اما اگر میخوایم فتیله درد و رنج رو تا اونجا که میشود پایین بکشیم، راه پایین کشیدن فتیله درد و رنج اینه که رو به عقلانیت و معنویت بیاریم. عقلانیت برای چی؟ عقلانیت برای دو چیز. یکی این که بدانیم در چه جهانی زندگی میکنیم، یک، و دوم بدانیم که در این جهان چگونه باید زیست، دو. این عقلانیت. معنویت برای چی؟ معنویت برای این که بعد از اینکه فهمیدیم چگونه باید زیست، به همون گونه هم بزییم. چون خیلی وقتا هست که من میدانم که چه باید کرد اما نمیکنم. میدونم که نباید دروغ گفت اما با این همه دروغ میگم. میدونم که نباید متکبر باشم ولی با این همه متکبرم، فروتنی نمی کنم. سوال اینه که اگر در رنج های بشر بخواد به حد اقل ممکن برسه چه باید کرد؟ و جواب بنده اینه که باید اولا با استفاده از فقط عقل بشری، فقط عقل بشری، نه هیچ چی دیگه، باید فهمی دو نکته دار. فقط با استناد به عقل بشر، یکی این که ما در جهان زندگی میکنیم که چه ویژگی هایی این جهان داره، این یک، و دوم این که در این جهان بهترین راه زندگی کردن چیست، این دو. این دوتا رو فقط با استناد از عقل بشر میشه دریافت. اما بعد که فهمیدیم چگونه باید زندگی کرد، خیلی زندگی نمیکنیم. چرا اونجوری زندگی نمیکنیم که فهمیده این باید کرد؟ به خاطر که یه عنصر دیگه هم باید اینجا بیاد به نام معنویت. معنویت اون عنصری است به نظر من که به ما اراده ای میدهد در جهت زندگی کردن چنان که عقلانیت گفته بود زندگی معنویت. حالا اینکه چگونه دفاع میکنم از عقلانیت و اینکه چگونه دفاع میکنم از معنویت و اینکه چگونه دفاع میکنم که این دوتا با هم کاملا سازگارند و آشتی با هم دارند. ممکنه کسی گمان بکنه که عقلانیت چیز مثبتی است ولی با معنویت سازگار نیست، یا یک کسی ممکنه گمان بکنه معنویت چیز مثبتیه ولی با عقلانیت سازگار نیست.
من در واقع در این سالهای اخیر، یعنی از سال 79 به این طرف، یعنی 21 سال اخیر که در این در واقع مرحله پنجم فکری زندگی میکنم، هموقعم مقصود به اینه که نشون بدم اولا عقلانیت چرا باید داشت، یک، دوم چرا باید معنویت داشت، دوم و سوم چگونه عقلانیت و معنویت با هم آشتی دارد و آشتی پذیرن. خب تنها چیزی که اینجا باید بگم و سخنم رو تمام کنم اینه که معنویتی که من میگم به معنای متدین بودن به هیچ دین و مذهبی نیست. من معتقد به این که ما باید التزام به یکی از ادیان تاریخی و نهادیه داشته باشیم، نهاد میکنیم، چه اون ادیان ادیانی باشن که بهشون میگیم ادیان غربی یا به تعبیر ادیان ابراهیمی یا به تعبیر سومی ادیان موسوی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، و چه ادیان شرقی مثل آیین هندو، آیین بودا، آیین دائو، آیین شینتو، آیین عرض کنم که زرتشتیگری. من به التزام 100% به هیچ یک از ادیان تاریخی و نهادینه معتقد نیستم شخصا، ولی معتقدم که در آموزه های همه ادیان و مذاهب جهانی چیزهای مثبتی هست که ما باید این چیزهای مثبت از میان انبوهه چیزهای منفی که در این ادیان و مذاهب هست بکشیم بیرون، چون که از یک کاهدانی ما سوزن طلایی رو بکشیم بیرون. البته سوزن طلا ارزشمنده، ولی به شرطی بهش میرسیم که بتونیم این همه کاه رو بزنیم کنار و بگیم کاه ها رو نمیخوایم ولی اون سوزن طلا رو میخوایم. معنویتی که من میگم در واقع اینه که یه چیز مشترکی در میان ادیان مذاهب هست که به هیچ دین مذهب خاصی اختصاص نداره و در این حال نه با عقلانیت مخالفه، نه با اخلاق جهانی مخالفه و نه با حقوق بشر. معناش ببینید چیه؟ معناش اینه که من سه ترازو بیشتر قبول دارم. اگر بخوام این رأی رو قبول بکنم، اول باید این عقل با عقلانیت سازگار باشه، این رأی، دوم باید با اخلاق جهانی ناسازگار نباشه، سوم باید با حقوق بشر ناسازگار نباشه. اگر چیزی مشترک در میان همه ادیان و مذاهب باشه که این سه تا شرط هم داشته باشه که با عقلانیت امروز و با اخلاق جهانی و با حقوق بشر ناسازگار نباشه، من این رو میپذیرم. خواه در از شرق به دست اومده باشه این رأی، خواه از غرب به دست اومده باشه، خواه نو باشه و خواه کهنه باشه. این آخرین اشارم رو هم فقط به این جهت گفتم که همیشه تأکید میکنم بر این که به نظر من حق و باطل تاریخی نیستن و حق و باطل جغرافیایی هم نیست. یعنی حق باید فارغ از این که آیا از قدیم گفته شده یا جدیدن گفته شده، ما باید به قدیم و جدیدش کار نداشته باشیم، چون حق زمان نداره و چون زمان نداره تاریخ نداره. از اون طرف حق مکان هم نداره و چون مکان نداره جغرافیا هم نداره. یعنی اگر یه مطلب حقی از شب گفته شده باشه من باید قبول، اگر از غربم گفته شده باشه باید قبول کنم، و اگرم باطله چه از شرق اومده باشه من نباید قبول کنم، چه از غرب اومده شده باشه نباید قبول بکنم. به زبان ساده باید بگم حق فوق مکان و فوق زمانه و بنابراین چون فوق مکان جغرافیا نداره و بنابراین نباید بپرسیم این فکر شرقیان گفتن یا غربیان، هر کی میخواد گفته باشه. از اون طرف چون زمان نداره تاریخ هم نداره، بنابراین نباید بگیم قدمایی رو گفتن یا امروزیان رو گفتن. هر سخنی که حق من میپذیرم، چه غربیان گفته باشن چه شرقیان، و چه قدما گفته باشن و چه امروزیان. از اون طرفم هر سخنی که باطل باشه وا میزنم، چه غربیان گفته باشن چه شرقیان، چه قدما گفته باشن چه امروزیان. این مجموعه اون چیزی که با پرگویی البته خصوصاً در جای سوالش. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب ملکیان که اینقدر جامع و کامل واقعا توضیح دادین و در واقع همون نقد صحیحی رو که ابتدا در جملات هم گفتم رو توی واقعا چندین دقیقه همه رو توضیح دادین. واقعا خب بهتون تبریک میگم، چون بیشک نقد کردن از خود کار ساده‌ای نبوده و واقعا
بسیار جالب بود و مطمئنم که مخاطبان جوایز پارسی آشنایی با شما و در واقع بیوگرافی زندگیتون به دست آوردن. یک سوال اینجا فقط توی پرانتز میذارم و از شما یه سوال خیلی ساده میکنم و اون اینه که آقای مصطفی ملکیان در این مرحله‌ای که طی کردن، در این سفری که داشتن، در این سفر پرباری که داشتن، خودشون الان بهترین زمان زندگیشون رو کجا میدونن؟ همین جایی که عقلانیت و به هر حال معنویت با هم تداخل پیدا کرده و تونستیم به این شکل پیدا کنیم، این حال شما حال بهتریه از حالی که از ملکیان 1 و 2 و 3 و 4 بوده؟ یه سوال خیلی شخصی و خصوصی البته. شما الان حس بهتری دارید؟ اگر بفرمایید که حس بهتری دارم، شک نداره که حس بهتری دارم، شک نداره. و اتفاقا بزرگترین ملاک برای اینکه یک جهان‌نگری درستی است یا نه، اینه که واقعا تو رو به خوشی و خوبی بیشتر نزدیک کرده یا نه. هر جهان‌نگری که من رو خوشتر و خوبتر بکنه، هر دو، هم خوشتر به لحاظ روانشناختی و هم خوبتر به لحاظ اخلاقی، این البته به نظر من جهان‌نگری درسته است، این شکی نداره. اما اگر بگید که آیا واقعا به نظرت میاد آنچه که هست که الان هست خوبه، خوبه، میگم خوبه، خوب نیست، بهترین نیست نسبت به همه 4 دوره قبلی، اما خوبه، خوب نیست. و فکر میکنم که هیچ انسان منصفی نتونه خودش رو خوبه، خوبه، خوب ببینه. یعنی کنید همین مهمه که من خودم رو از قبل بهتر ببینم یا شما خودتون رو از قبل انصافا بهتر ببینید، همین کفایت میکنه. بله، و از این لحاظ بله، واقعیتش اینه که دوستانی هم که دارم و گاهی باشون سخن میگم، اونایی هم که یه همچین دوری اندیشگی رو پشت سر گذاشتن، انصافا اگر به من اعتماد کنید از قول اونا میتونم بگم، اونا میگن تا به این عقلانیت و معنویت توجه پیدا کردیم، حال خوبتریه، حال خوشتریه، هم خوشتر زندگی میکنیم. یعنی چه خوشتر؟ یعنی به لحاظ روانشناختی، یعنی آرامشمون بیشتره، شادیمون بیشتره، هماهنگی درونیمون بیشتره، تعادلمون با بیرون بیشتره، آشتی با خودمون هم بیشتره، زندگیمون هم معنادارتره. اینا رو مجموعا بهش میگم خوشی زندگی. و خوبی زندگیمون هم بهتره، نسبت به قبل صداقتمون بیشتر شده، نسبت به قبل تواضع و فروتنیمون بیشتر شده، نسبت به قبل عدل و انصافمون بیشتر شده، شفقتمون بیشتر شده، عشقمون به انسانها بیشتر شده، وفای به عهدمون بیشتر شده و اداء امانتمون بیشتر شده. خیانت در امانت نمی کنیم، خلف نمی کنیم، پیمان گسیختگی در ما نیست. من معتقدم که خانم عزیز، اگر این دوتا فراهم بیاد، یکی اینکه شما به لحاظ روانشناختی خوش باشید، یعنی همونطور که گفتم آرامش بیشتر، شادی بیشتر، هماهنگی درونی بیشتر، تعادل با محیط بیشتر، آشتی با خود بیشتر و معنایافتگی زندگی بیشتر، این از لحاظ اخلاقی هم خوبتر باشید. و از لحاظ اخلاقی خوبتر من به نظرم میاد یعنی صداقت بیشتر، تواضع بیشتر، عدل و انصاف بیشتر، شفقت بیشتر و عشق بیشتری به انسان ها. فکر میکنم این ملاک درستی باشه و امیدوارم که همه ما بتونیم اندکی از این زندگی خوب خوش رو تجربه کنیم. واقعا من خوشحالم که از شما واقعا میشنوم و مرسی که واقعا پاسخ دادین. سوال دیگه‌ای که داشتم به صحبتاتون گوش میکردم، البته این صحبت‌ها خب بیشک در یک جلسه یک ساعته اصلا من نمیتونم وارد بشم و در اون واقعا نیاز به صحبت‌ها و سال‌ها مطالعه داره و خوبه که میزه گردی باشه که خب امیدوارم این اتفاق بیفته و همگی با هم با اساتید دیگه، با افراد دیگه، روشنفکران دیگه دور هم باشین و به هر حال این همه اطلاعات و دانستنی‌ها رو به
مخاطبان فارسی زبان دنیا، به فارسی گویان جهان واقعا در موردش صحبت کنین و به هر حال یادگیری هایی درش حتما 100% هستش. داشتم به صحبتاتون گوش میکردم به این موضوعی که اگر ما بخوایم استاد ملکیانو در مرحله پنج زندگیشون در نظر بگیریم و ایشون بخوان خیلی مختصر روشن فکری رو برای ما ازش صحبت کنن، اصلا روشن فکری یعنی چه در این مرحله زندگیتون؟ اگه مختصر برام بگین خیلی ممنون میشم. و اینکه اثر روشن فکران در جامعه های امروز، حالا ما در جامعه خودمون اگر بخوایم بدونیم، شما به چی اشاره میکنید و نظرتون چیه؟ عرض کنم که به صورت خلاصه به نظر من روشن فکر کسیه که از آخرین دستاوردهای عقل بشری استفاده میکنه برای دو کار. یکی برای اینکه حقایق رو به گوش هم نوعانش برسونه و یکی درد و رنج هم نوعان خودش رو کاهش بده. من فقط دو وظیفه برای روشن فکر قائلم و از این تعبیر کردم به تقریر حقیقت و تقلیل مرارت. یکی تقریر حقیقت، اگر من به حقیقتی رسیدم این رو با در اختیار هم نوعانم بگذارم، دریغ نکنم، بخل نبرزم، مضایقه نکنم، بگم من به این حقیقت به گمان خودم رسیدم، ببینید آیا شما هم میتونید این حقیقت رو تایید کنید یا نه. این بهش میگم تقلیل حقیقت. یکم تقلیل مرارت، یعنی کاستن از مرارت زندگی، کاستن از درد و رنج های زندگی. بنابراین من معتقدم انگار پزشکی خیلی شباهت داره به روشنفکری یا روشنفکری خیلی شباهت داره به پزشکی، منتها یک پزشک میخواد به شما یکی این سه تا چیز رو بده، یا بدنتون بهش سلامت بده، یا بدنتون بهش نیرومندی بده، یا به بدنتون زیبایی بده. پزشک از آن رو که پزشکه میخواد به بدن ارباب رجوع خودش در درجه اول سلامت ببخشه، در درجه دوم نیرومندی و قدرت و قوت، و در درجه سوم هم زیبایی. من روشن فکر رو فکر میکنم پزشکیست که میخواد همین چیز رو به جامعه بده، به جامعه میخواد همین چیز بده، یعنی میخواد به جامعه سلامت بده، به جامعه نیرومندی بده و به جامعه زیبایی بده. برای اینکه این کارو بکنه باید هر حقیقتی را که کشف شده برای بشر به اطلاع هم نوعانش برسونه که این حقیقت جزء فرهنگ عمومی همه شهروندان جامعه بشه، نه اینکه یک آکادمیسیان هایی فقط در گوشه آکادمی ها و دانشگاه ها و دانشکده ها و دپارتمان ها و کتابخونه های خودشون یه حقایق رو بدونن و عموم مردم از این حقایق بیخبر بشن. چیزی پیش بیاد که به لحاظ جامعه شناسی بهش میگیم تأخیر فرهنگی. تأخیر فرهنگی یعنی نخبگانی در جامعه خیلی چیزها میدونن ولی بقیه جامعه تقریبا هیچ چیزی. این کار یک. دوم هم هر چی میتونه در جهت کاستن از درد و رنج هم‌نوعان خودش کوشش بکنه. روشنفکر در واقع این دو کار رو میکنه و من اگه کسی این یکی از این دو کار یا هر دوی این دو کار رو بکنه بهش میگم روشنفکر. بسیار عالی، خیلی متشکرم، واقعا خیلی جامع بود. مورد دیگه ای که دوست داشتم اگر که با شما این صحبت داشته باشم ازتون بپرسم، در ارتباط با در واقع اصالت اقتصاد، اصالت سیاست و اصالت فرهنگ هست. اگر جناب ملکیان بخوان این رو تو یک مختصری، یک مجموعه کوچکی برای مخاطبان جوایز پارسی بفرمایند، چگونه این رو برحال مطرح میکنم؟ خیلی متشکرم اگر بهم بگید. ببینید سوال رو به این صورت طرح میکنم و این سه تا اصالت که شما اسپورتی رو در جواب این سوال طرح میکنم. سوال اینه، بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه چی؟ سوال اینه که بزرگترین مشکل یک جامعه، هر جامعه، یا یگانه مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه چیه؟ کسانی که به اصالت سیاست قائلن جواب این سوال اینه براشون. اونا میگن بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگانه مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه نظام سیاسی حاکم بر اون جامعه است.
کسانی که به اصالت اقتصاد قائلن میگن نه، بزرگترین مشکل یا یگان مشکل یا علت العلل مشکلات مناسبات اقتصادی حاکم در جامعه است، روابط اقتصادی، روابط مربوط به تولید، روابط مربوط به توزیع، روابط مربوط به مصرف. ایناست که اگر سامان درستی نداشته باشه اون وقت میشه یگان مشکل جامعه یا علت العلل مشکلات جامعه یا بزرگترین مشکل جامعه. من هیچ کنم این دو جواب رو نمیپذیرم و خودم به چی قائلم به نام اصالت فرهنگ. و اصالت فرهنگ معناش اینه که بزرگ یا علت العلل مشکلات یک جامعه فرهنگ اون جامعه است. اگر میبینیم رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه فاسده، این میوه فاسدی است که بر درخت فاسد فرهنگ اون جامعه رویده. و اگر میبینیم مناسبات اقتصادی و روابط اقتصادی یک جامعه فاسده، باز اونم میوه دیگری است که از درخت فرهنگ این جامعه رویده. به نظر من درخت فرهنگی که اگر سالم بشه سیاست سالم میشه، اقتصاد هم سالم میشه، و اگر ناسالم شد اون وقت میوه این درخت میشه اقتصاد ناسالم، میوه این درخت میشه سیاست ناسالم. خب این توصیف من. حالا از دل این توصیف توصیه یعنی بیرون، و اون توصیه اینه که بزرگترین خدمتی که به یک جامعه میشه کرد اینه که ما فرهنگ اون جامعه رو، عیب و نقصاش رو برطرف کنیم. دقت کنیم که چه چیزی در درون شهروندان این جامعه میگذره که نباید بگذره. خب حالا فرهنگ یعنی چی؟ چیشون رو باید عوض کنیم؟ اینجا هم سه تا فرهنگ سه مؤلفه داره. وقتی من میگم به اصالت فرهنگ قائلم، یعنی معتقدم بزرگترین مشکل یک جامعه یا یگان مشکل یک جامعه یا علت العلل مشکلات یک جامعه فرهنگ اون جامعه است. حالا فرهنگ اون جامعه یعنی چی؟ یعنی سه تا چیز: یکی باورهای مردم، یکی احساسات و عواطف مردم، یکی خواسته های مردم. این سه تا باید تغییر کنه. تا وقتی باورهای ما این است که هست و تا وقتی احساسات و عواطف ما همینه که هست و تا وقتی که خواسته های ما همینه که هست، صد بار هم رژیم های سیاسی به توسط انقلاب، به توسط کودتا، به توسط مرکز گریزی ها، به توسط شورش ها، به هر جهت دیگری، صد بار هم رژیم های سیاسی حاکم بر جامعه عوض بشن، تا وقتی باورهای ما همینی که الان هست، تا وقتی که احساسات و عواطف ما همینه که الان هست و تا وقتی خواسته های ما همینه که الان هست، رژیم های سیاسی صد بار هم که آیند و روند داشته باشن، بیان و برند، ما همینی که هستیم. وضع ما بهتر نخواهد شد. اگر میخوایم وضعمون بهتر بشه، اول باید ببینیم خود ما مردم چه باورهای کاذبی تو ذهنمون راسخ شده، اینا رو از بین ببریم و به جاش باورهای صادق در ذهن خودمون بنشانیم. چه احساسات و عواطف و هیجانات نابجایی در ذهن ما هست، به جاش احساسات و عواطف و هیجانات به جا بیاریم و چه خواسته های نامعقولی در ما هست، این خواسته ها رو تبدیل کنیم به خواسته های معقول. بنابراین وقتی میگیم بریم سراغ فرهنگ مردم، یعنی بریم اولا سراغ باورهامون و باورهای کاذب رو از ذهنمون دور بریزیم و بریم به طرف باورهای صادق، بریم سراغ احساسات و عواطفمون و احساسات و عواطف نابجامون رو دور بریزیم، به جاش احساسات و عواطف بجا داشته باشیم. یعنی چی؟ مثلا به احساسات و عواطف نابجا رو از بین ببریم، به چه احساسات و عواطف بجا؟ امیدهای نابجامون از بین ببریم، امیدهای بجا پیدا کنیم، عشقهای نابجا رو تبدیل به عشقهای بجا کنیم، نتون کنیم، ترسهای نابجا رو تبدیل به ترسهای بجا بکنیم. این هم قسمت دوم. قسمت سوم هم خواسته های نامعقول رو تبدیل کنیم به خواسته های معقول. خیلی از خواسته هایی که ما داریم خواسته های نامعقوله، اینا رو تبدیل کنیم به خواسته های معقول. بنابراین اگر بتونم باورهای کاذب رو کم کنم و باورهای صادق رو جاش بنشونم، احساسات و عواطف نابجا رو کم کنم و به جاش احساسات و عواطف بجا بنشونم، و اگر بتونم خواسته های نامعقول رو به جاش خواسته های معقول بنشونم، اون وقت من شدم یه شهروند دارای فرهنگ درست. حالا اگر شما هم همون بشید و شخص سالس و شخص رابع هم همین بشن، وقت این جامعه یک جامعه ایست به لحاظ فرهنگی سالم. یقین بدونید خانم، لااقل به گمان من،
که اگر فرهنگ جامعه سالم بود محاله که رژیم سیاسی حاکم بر جامعه بتونه فاسد باشه و بمانه، یا باید صالح بشه تا بماند، یا اگر خواست فاسد بشه نابود خواهد شد. به همین ترتیب مناسبات اقتصادی ناسالم. خیلی متشکرم، واقعا ممنونم از توضیحاتی که دادین. اینجا میخوام شما رو ببرم به دنیای NGO ها و مخاطبان فارسی زبان رو دعوت کنیم به نظریه شما جناب ملکیان در ارتباط با سازمان های مردم نهاد. میخوام ببینم نظر شما در ارتباط با این گونه سازمان ها واقعا چی هستش و اینکه به نظر شما عمل این سازمان ها و نهادها در هر شرایطی به نظرتون اخلاقی هستش و اگر نه در واقع راهکار چی هست؟ خب شکی نیست به گمان من لااقل که NGO ها نه فقط مفیدند برای یک جامعه، بلکه به نظر من بالاتر از مفید، ضرورت دارند برای یک جامعه، ضروری هم برای جامعه. بنابراین من حتی از فائده NGO ها میرم بالاتر و میرم به طرف لزوم NGO ها، میگم لازم هست وجود NGO ها در یک جامعه. اما معناش این نیست که به هر NGO ای به اسم این که NGO هست بشه با این سخن تصویبش کرد. برای اینکه NGO ها سالم باشن به نظر من لااقل 4 تا شرط به نظر میاد که باید در NGO ها وجود داشته باشه. این یک. اولی شرط اینه که NGO ها باید خودشون، یعنی کسانی که در یک NGO فعالیت میکنن، خودشون باید اخلاقی زندگی کنن، خودشون باید اخلاقی رفتار کنن، زندگی و رفتارشون باید اخلاقی باشه. چرا؟ چون اگر زندگی و اخلاق خودشون سالم نباشه، اون وقت NGO هم میشه یک زیر جامعه ناسالم در درون یک جامعه ناسالم. ما که نمیخوایم زیر جامعه های ناسالم در درون یک جامعه ناسالم درست کنیم، میخوایم لااقل این زیر جامعه ها اینا سالم باشن تا آهسته آهسته از دهن پیوستنشون کیان جامعه سلامت پیدا کنن. بنابراین اول شرطش به نظر من اینه که اخلاقی باشند این جوامع که اسمشون رو میذاریم NGO ها. دوم به نظر من عقلانیتشون، NGO ها باید عقلانی باشند به این معنا که واقعا تشخیص بدهند به درستی نیازهای جامعه رو و تشخیص بدن به درستی راه‌های رفع این نیازها. ما نمیتونیم با فقط توسط به احساسات و عواطف و هیجاناتمون NGO درست کنیم. NGO سالم NGOیه که عقلانیت درش حاکم باشه، یعنی اولا با توسط به عقل دقیقا تشخیص بده که نیازهای این جامعه چیه، جامعه های نیازهایی دارن که همهشون دارن مشترکه، یه جامعه نیازهایی هم هست که هر جامعه مختص خودش داره که ممکنه جامعه ایران کنونی داشته باشه اما جامعه ژاپن کنونی نداشته باشه، یا جامعه ایران امروز داشته باشه جامعه ایران 100 سال پیش نداشته است، یا جامعه ایران 100 سال آینده نخواهد داشت. این که ما بفهمیم که نیازهای جامعه چیه، چه نیازهایی که این جامعه در اون نیازها با همه جوامع جهان مشترکه و چه اون نیازهایی که اختصاصا در این جامعه هست، این یک. دوم با توسط به عقلانیت بفهمن که راه‌های بهینه رفع این نیازها چیه، اینم شرط دوم. شرط سومی که به نظر من یک NGO باید داشته باشه اینه که NGO باید از نفوذ دو عامل بر کنار بره، یکی عامل سیاست و یکی عامل دین. اصلا معناش این نیست که NGO نباید به سیاست بپردازه، اصلا برابر. اصلا معناش این نیست که NGO نباید به دین بپردازه، هیچ NGO این هم اصلا برابر. نه، NGO وقتی میگم از سیاست و دین باید دور باشه به این معنا که نباید پذیرش یا وازنش اعضا بر اساس دین صورت بگیره و نباید پذیرش و وازنش اعضا بر اساس دیدگاه های سیاسیشون صورت بگیره. NGO باید باز باشه نسبت به همه ادیان و مذاهب، باید باز باشه نسبت به همه دگرش‌های سیاسی.
اگر من اومدم و گفتم من فقط اعضایی رو در این NGO میپذیرم که دین خاصی داشته باشن، مذهب خاصی داشته باشن، یا یک نگرش سیاسی خاصی داشته باشن، اون وقت اینجا به نظر من نطفه فساد این NGO در همینجا منعقد شد. من خیلی خیلی به نوشته جاناتان هیت، روانشناس اجتماعی آمریکایی، خیلی خیلی عقیده دارم. کتابی داره جاناتان هیت به نام ذهن درستکار با عنوان فرعی چگونه دین و سیاست نیکان روزگار رو از هم جدا میکنه. هنر این دوتایی، هنر دین و سیاست، اینه که خوبان جهان رو بینشون تفرقه میاندازن. من ممکنه انسان خوبی باشم، شما ممکنه انسان خوب باشید، اگر دین و سیاست سراغ مودتو نیان ما هیچ وقت با هم نزاع نداریم. اما اگر اومدن به من گفتن تو مسلمانی و به خانم صانعی گفتن خانم صانعی بودایین، وقت ممکنه من آدم نیکی هم، شما آدم نیکی، ولی به خون هم تشنه میشید. به خون هم تشنه میشید. اگر اومدن تو برمه به ما گفتن مسلمان و به اونا هم گفتن بودایی، وقت میبینید که بودایی که به گفته خودش بودا میگفت که یه کاری بکنید که یک پشه هم هنگام سخن گفتنتون یا غذا خوردنتون وارد دهنتون نشه که این پشه رو نکشید، اون وقت این برمه ای میره با چکش سر مسلمان رو خورد میکنه و البته مسلمان هم مقابل بیمست میکنه. چرا؟ چون دین و سیاست نمیخوان ما به عنوان انسان با هم مواجه بشیم، میخوان به عنوان انسان متدین به دین ایکس یا انسان متدین به دین ایگرگ با هم مواجه بشیم. سیاست هم همینجور، سیاست هم نمیخواد که من به عنوان انسان با شما مواجه بشم، میخواد من به عنوان انسان طرفدار حزب ایکس و شما به عنوان انسان طرفدار حزب ایگرگ، من به عنوان انسان سوسیالیست شما به عنوان انسان لیبرال با هم مواجه بشیم، من محافظه‌کار شما رادیکال. خب این دوتا تفرقه میندازه. بنابراین من فکر میکنم NGO ها باید به سیاست بپردازن، اگر NGO مربوط به سیاست هم، اگر NGO مربوط به دین و مذهب هم، به دین و مذهب هم بپردازن، اشکال نداره. NGO های دیگه هم که ادامه شوال NGO های خیریه هم به امور خیریه هاشون بپردازن، اما به شرط این که علامت پذیرفته شدن، شرط پذیرفته شدن یک کس رو دین و مذهب خاص قرار ندن و شرط پذیرفته شدن یک کس رو گرایش سیاسی خاصی قرار ندن. اینم فکر میکنم که شرط بعدی. و اما شرط چهارم هم که میخوام بگم اینه، NGO ها باید جوری عمل کنن که مردم متوجه باشن که دولت هاشون چقدر قصور میکنن. توجه کنید یعنی چه؟ یعنی اگر شما در یک NGO که کارهای چریتی و خیریه میکنه شرکت میکنید، باید جوری رفتار کنید که بفهمند شهروندانی که کمک های شما را دریافت میکنن، بفهمند که چقدر طلب دارن از رژیم سیاسیشون و بهشون نداده و حالا شما باید کمک کنید. اینو متوجه بشن. میدونه چرا؟ چون اگر اینو متوجه نشن، کم کم NGO ها کار تطهیر رژیم های سیاسی رو میکنن. یه کم کم مردم متوجه نمیشن که چقدر رژیم سیاسی حاکم بر جامعهشون داره قصور میکنه، کوتاهی میکنه در بهداشت و درمانشون، در سواد آموزیشون، در فقر زدائی. من اگر در یک NGO کار میکنم که داره فقر زدائی میکنه تو جامعه یا داره گسترش معلومات و سواد و آگاهی میده، توجه میکنید، من باید با دریافت کنندگانم چنان رفتار بکنم که متوجه باشند که من عاشقشونم، شیفتشونم، اما در این حال متوجه باشند که چرا فقیرند و نیازمند کمک منند، به خاطر اینکه رژیم سیاسی کار خودش رو چنان که باید شاید انجام نمیده. اگر این کار رو نکنیم، کم کم NGO ها وسیله ای میشن در استخدام دولت ها. دولت ها کمکاری های خودشون از NGO ها در واقع رفع رجوعش رو میبینن. هر خندق بلایی که میکنن در راه جامعه، ما NGO ها میایم اون خندق بلا رو پر میکنیم و کم کم شهروندان متوجه نمیشن که چه ضربه هایی دارن از رژیم سیاسی حاکم بر جامعهشون میخورن. اینه که در این حال که ما باید به تمام ابعاد جامعه بپردازیم، یعنی به خانواده ها کمک کنیم، به اقتصاد کمک کنیم،
به سیاست کمک کنی، به تعلیم کمک کنی، به حقوق کمک کنی، توجه به علم و فن و هنر در جامعه خلأ فعالیت های رژیم سیاسی حاکم بر جامعتون رو پر میکنیم. بنابراین در این حال که عاشقانه داریم بهتون خدمت میکنیم، ولی بدونید که یک کسانی این خلأ ها رو ایجاد کردن که ما مجبور شدیم پر کنیم. من این 4 تا شرط رو برای یک NGO موفق خیلی مهمه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. مطابق بقیه صحبت ها واقعا همه رو جامع و کامل انجام دادین، خیلی ممنونم ازتون. در ارتباط با من، نظر من از این گفتگو این بودش که جناب ملکیان، در صدای شما و افرادی مثل شما رو خب بیشک فارسیگویان جهان بشنوند، به خاطر همین تاپیک هایی رو که انتخاب کردم خواستم که به صورتی باشه که بیشک قابل فهم هر سنی و هر گروهی از افراد فارسی زبان جهان باشه. و واقعا ممنونم که به این شکل همه رو جامع برای من و برای مخاطبانمون توضیح دادین، واقعا سپاسگزارم. یک سوالی میکنم و این هم در ارتباط با جامعه بشریه. اصلا بشریت به کدوم سمت داره میره؟ نظر شما در رابطه با آینده بشریت چی هستش؟ واقعیتش اینه که خانم، من عقیدم بر اینه که پیشبینی آینده بشر در وسع هیچ انسانی نیست. و در این جهت من متاثرم از بعضی از فیلسوفان مثل پوپر که معتقدن که اصلا تا با وقتی با انسان سر و کار داریم، ما بیشتر از تا نوک بینیمونو پیشبینی نمیتونیم بکنیم. قدرت پیشبینی وقتی که با انسان سر و کار داریم به حد اقل میرسه. بنابراین من پیشبینی نمیتونم بکنم. اما یک چیزی استشمام میکنم که اصلا پیشبینی نیست، یعنی جنبه علمی نداره، و بنابراین شما میتونید کاملا پیشبینی من رو رد کنید. پیشبینی من در واقع اولا یک سقه خوشبینانه داره. من خیلی به آینده بشر خوشبینم، برخلاف خیلی از متفکران که یک دید تلخ و بدبینانه ای دارن، و شاید هم حق با اونها باشه، من نمیگم حق با اونها نیست. میگم من خودم اساسا انسان خوشبینیم، به آینده بشر هم خیلی خوشبینم و معتقدم که بشر تا اینجا که آمده روی هم رفته به خطا نرفته، و نمیتونم بگم تا اینجا اگر به خطا نرفته فردا حتما به خطا خواهد رفت. نمیتونم نتیجه بگیرم که حتما به خطا نخواهد رفت، نه، چون اونم به خودش پیشبینیه که نمیتونم بکنم. اما میتونم بگم که به نظر من میاد که تا اینجا بشر روی هم رفته به خطا نرفته، یعنی بشر به نظر میاد در 5-6 جهت پیشرفت کرده، و بعید میبینم که یه تغییر ماهویی در بدن بشر رخ بده که یک بار خط بطلانی بکشه بر همه پیشرفت‌هایی که خودش ایجاد کرده در طول تاریخ. 5 قسم، یا به تعبیر دقیق‌تری 6 قسم پیشرفت جدی بشر کرده تا الان. بنابراین اولا خوشبینم، این نکته اوله. نکته دومم اینه که من خودم به نظرم میاد که بشر روز به روز به معنویت داره نزدیک‌تر میشه. من عقیدم برای این که بشر از ادیان تاریخی و نهادینه، یعنی از ادیان رسمی، روز به روز داره دورتر میشه، اما به معنویت داره نزدیک میشه، به یک معنویت فرادینی، فرامذهبی داره نزدیک‌تر میشه. خب اگر این درست باشه که بشر داره به یک معنویت فرادینی میرسه، من فکر میکنم اینم یک بچه خوشبینی دیگری است که هرچی از آن چیزی که بین انسان‌ها مرز ایجاد می‌کنه ما دورتر بشیم، وضعمون بهتر بشه. اگر روزی به جامعه برسیم که در اون جامعه جنسیت مرز ایجاد نکنه بین مرد و زن، بر رنگ پوست
مرز ایجاد نکنه بین نژادهای مختلف و قوم و قبیله ها مرز ایجاد نکنن و دولت ها مرز ایجاد نکنن و به همین ترتیب ادیان و مذاهب مرز ایجاد نکنن. من نظرم اینه که هرچی مرز ها کمرنگ تر میشن بشر به بهروزی بیشتر نزدیک میشه و چون میبینن که این مرز ها داره هی کمرنگ میشه. میبینید مرز بین نژادها داره روز به روز کمرنگ تر میشه، مرز بین ملت ها روز به روز داره کمرنگ تر میشه، مرز بین جنسیت ها زن و مرد روز به روز داره کمرنگ تر میشه، مرز بین ادیان و مذاهب داره کمرنگ تر میشه. من هرچی این مرزگذاری ها کمرنگ تر میشه به فال نیک میگیرم و چون میبینم که این کمرنگ شدن ها وجود داره و حتی دو تا از دیرپاترین هاشون هم دارن کم کم تسلیم میشن، یکی دین و مذهب بود که خیلی در مرزگذاری هاش جدی و با صلابت عمل، یکی سیاست. این دو تا میبینم دارن کم رنگ میشه مرزگذاری هاشون، اینا موجبات خوشبینی، بنابراین پیشبینی نمیتونم بکنم اما خودم خوشبینم. بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. جناب ملکیان، در انتها صحبت بسیار است، به هر ترتیب ساعت ها و ماه ها و سال ها میخواد که گوش بدیم و یاد بگیریم و بشنویم. در انتها اگر سوالی بوده که من از شما به هر حال در همین یک ساعتی که حدوداً در خدمتتون هستم نپرسیدم و برای صحبت‌های نهایی اگر مایل هستید بفرمایید، خواهش می‌کنم. عرض کنم که سه تا نکته، فقط سه تا گزاره میگم. این سه تا گزاره دوست دارم که شنوندگانم درش تأمل کنن، اگر دیدن کاذبه پرتاب کنن از ذهنشون بیان و اگر دیدن صادقه بر اساسش یه تجدید نظری در زندگیشون بکنن. اگر کاذب بود که خب کاذب. یکی این که هر کدام از ما میوه کل جهان هستیم و بنابراین اگر از کل جهان هستی جدا شدیم پژمرده میشیم، از میان میریم و بنابراین هیچ کدام از ما با جدایی به جایی نخواهیم رسید. تصور خطایی است که فکر میکنم که هرچه از شما جدا بشم زندگی خوشتری یا خوبتری خواهم داشت. هرچه من به کل بپیوندم و کلم فقط منظورم کل جامعه بشری نیست، اصلا به کل جهان طبیعت بپیوندم و همیشه تصورم از خودم این باشه که من شکوفه ایم یا جوانه ایم یا گل ایم یا میوه ایم یا برگی ام که بر درخت کل هستی میده و تمام نشاطم و حیاتیتم و زنده بودنم و بالنده بودنم به اینه که این ارتباطم رو با کل حفظ کنم. این یک نکته. دوم این که رایگان بخشی رو بهش توجه بکنم، به این معنا که هر چه هستی به من بخشیده، من نمیگم خدا، نه، هر تصوری دارید کار ندارم، ممکنه شما به خدا قائل باشید، ممکنه به خدا قائل نباشید، ممکنه به خدای متشخص انسانوار قائل باشید، ممکنه به خدای غیر متشخص قائل باشید، ممکنه فقط به طبیعت قائل باشید، ممکنه بگید من جان جهان رو قبول دارم ولی خدا بهش نمیگم. هر چی میخواد باشه، هر چی میخواد بگید. حتی ممکنه اصلا بگید ما فقط بر اساس قوانین تطور داروینی روش کردیم و به اینجا رسیدیم. ولی به هر حال تأمل در خودتون بکنید با هر نظرگاهی که نسبت به هستید، ببینید آیا هر چی به شما بخشیده شده به رایگان بخشیده نشده؟ آیا چیزی هست که بگید اینو مجانا به من ندادن، من خودم به دست آورده ام؟ اگر دیدید این چیز درست، من میگم که هیچ چیزی نیست الا اینکه به شما به رایگان داده شده و کما اینکه به دیگران هم که داده نشده عدم استحقاقی در اون نبوده، نه شما استحقاقی داشته اید که بهتون دادن، نه به اونایی که این چیزی که به شما دادن به اونو ندادن به خاطر عدم استحقاقشون. نه، ما چیزایی که بهمون دادن بدون استحقاق قبلی بهمون دادن، چیزایی هم که بهمون ندادن بدون عدم استحقاق قبلی بهمون ندادن و معنیش اینه که
جهان جهان رایگان بخشی هاست، هر چی گرفتم رایگان. این هم نکته دوم اگر ببینید که این درسته. و نکته سوم من این که ببینید آیا راه دیگری غیر از پذیرش دیگران، عشق به دیگران، عشق به همه چی، نه فقط دیگران انسانی، غیر از پذیرش دیگران یعنی عاشقانه به همه چیز نگاه کردن، آیا راه دیگری هست که شادی عمیق به شما بده؟ گمان نمی کنم. این سه تا گزاره رو اگه درش تأمل بکنید و ببینید درست، البته به نظر من درسته، ولی ممکنه به نظر یک مخاطب بیاد نادرسته، یا لااقل یکیش نادرسته یا دو تاش نادرسته. اگر اینو بهش توجه بکنیم، یکی توجه به این بکنیم که ما جزئی از کلیم و جزء فقط هستیش در پیوند با کل، یک. دوم بدونیم که هیچ چیزی نیست که حاصل دسترنج خودمون باشه، هر چیزی که داریم رایگان باشه، و چون رایگان داده شده اصلا جای تکبر نیست راجم کنید که این منم که اینو دارم که تو نداری، نه تو که نداری تقصیری داشته ای، نه من که دارم یه امتیازی بوده که خودم به دست آوردم. و سوم هم این که ببینیم آیا جز عشق چیز دیگری هم هست که میتونه زندگی رو خوشتر بکنه و بهتر بکنه، یا خوشی و خوبی زندگی به عشق ورزیدنه، عشق ورزیدن به انسان‌های دیگه، تا عشق ورزیدن به یه حتی یه قطره باران و عشق ورزیدن به یه برگی که افتاده در مسیر و من دارم از کنارش میگذرم. بسیار عالی، خیلی ممنونم، واقعا متشکرم. ازتون اجازه میخوام که در انتهای برنامه از طرف خودم و از طرف شما آقای دکتر مصطفی ملکیان از مخاطبان فارسی زبان جوایز پارسی در سراسر دنیا خداحافظی کنم و امیدوارم که همگان شاد و سلامت و پایدار باشید. تا دیدار بعدی از همه خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون. همه انسان‌ها و همه پارسی زبان‌ها تن درست، جان آرام و دل شاد آرزو می‌کنم. سپاسگزارم.